دوستان عزیز با آقای جهانگیر شادانلو هستیم از پاریس و میدونید که در تلویزیون مردم همه دوستانی که میان ما اولین شرط بهشون میگیم که شما آزادی هر چی دلت میخواد بگی، حتی از خود منم اگه انتقادی داری شما میتونی انتقاد کنی و هیچ خط قرمزی ما نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. سلام آقای شادانلو، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. این شما، این هم بینندگان و شنوندگان در سر تا سر جهان، و هر وقت شما بگید من اون عکس و ویدیو اینها رو از اینجا نشون میدم. بفرمایید. سلام به شما بینندگان محترم تلویزیون مردم تیوی. من دفعه پیش فکر میکنم بود که صحبت کردم، قول دادم و قرار بر این شد که دیگه نیام من راجع به کسی صحبت کنم و سعی کنم برنامه ها و کارهایی که میخوام انجام بدم یا مطالبی که دارم بیان بکنم، ولی متاسفانه در هفته گذشته دو تا برنامه آقای سعید بهبهانی در تلویزیونشون نشون دادن که البته این پنجمین برنامهشون بود و دو نفر آقای ایرج مصداقی رو آوردن و خب طبق معمول از همون اول تا تونستن توهین کردن. البته آقای دادرس اسمی نیاوردن از من، ولی چون آقای بهبهانی بهشون گفته بودن که راجع به شادانلو صحبت کن، ایشون صحبت کردن ولی اسمی از من نیاوردن. دلیلش هم خودشون خیلی بهتر میدونن، دلیلش این بوده که ایشون در پاریس زندگی میکنه و چون نیم ساعت دروغ راجع به من گفتن حاضر نشدن اسم منو بیارن که من مدرکی داشته باشم که از با اون مدرک ازشون شکایت بکنم. و خب منو به اسم شاگرد بنا یا فعله صدا کردن، کارگر ساده. البته هیچ اشکالی نداره، بنده یک کارگر ساده و افتخار میکنم که یک کارگر هستم، کارگر ساختمانی، و از بازوی خودم پول در میارم و زندگیمو 40 سال در خارج میچرخونم و زندگیمو خودم و فرزندانمو، ولی خب از جایی حقوقی نمیگیرم، نه مزدور رجوی هستم و نه مزدور سرویس های امنیتی. من طبق گفته خود آقای بهبهانی، اگر اون ویدیو هست خدمتون که ایشون برای دروغ خیلی اظهار ناراحتی میکنن و چرا مردم دروغ میگن، اگر اون ویدیو رو بذارید خیلی متشکر میشم. بله، این ویدیویی که با آقای مصداقی هستن، حرف مصداقی رو قطع میکنه و خیلی عصبانی میگه که همه دروغ میگن اینا. دوستان با هم دیگه ببینیم، این ویدیویی هست که آقای شادانلو ارسال کرده و گفته که ما از این زمانش برای شما پخش کنیم، حدود 4 دقیقه پخش میکنیم و خود شما ببینید کسی که اصلا همه وجودش و زندگیش با دروغ هست، حالا چجوری از دروغ گفتن دیگران شاکی هست. حق دارم حرف بزنم آقای، حالا هرچی بخواهی بگیم. آره بابا، تو اگه نامه رو به من نوشتی خب باید به من بنویسی، نه یه 3 نفر به من نامه بنویسن بگن آقا برو بنویس این چیه، پاسخ بده، بعد این رو بعدها تو از طریق آقای مهداد سید عسگری که 2 جلسه تو تلویزیون ما برنامه شروع کرده از طریق اون برای من برسی که من فرستادم. طریق نداره، مگه من مردم؟ مگه من آدم مجهولم؟ من همه آدمایی که میبینی تو رسانه هستن معروفترم، بیوگرافیمو نوشتم، گوشتم، وبسایتم هست، آدرسم هست، همه زندگیم هست. او یه مش حقبازید، یه مش کلاش، من کاری ندارم، این آقا خوبه بده، در ارتباط با من آدم نادرستیه، در ارتباط با شما ممکن آدم خوبی باشه، در ارتباط با من این آقای شکوری یکی به نعل و یکی به میخ میزن، آدم راستگویی نیست، اینا همه دروغو هن. تمام گرفتاری مملکت منم تو این دروغه.
دروغ میگید، مثل سگ دروغ میگید، صبح تا شب راه میرید دروغ میگید. من اصلا تعجبم این آقای محمد جعفری یه جور حرف میزنه یه جور دیگه عمل میکنه، همه شون اینجوری هم. ما اینجا با ول معطلی، فکر کردم همینجا اصلا این برنامه رو قطع کنم و برم باید کار دیگه بکنیم. با این چیه کاری خودمون علاف کردیم با شما؟ نمیدونم والله. نه واقعا، یعنی وقتی این اسامی رو میگی بعد میگی معتمد اینو گفته، خب من اونو باور دارم، معتمد باور دارم، قبولش دارم، میدونم راست میگم، عموی منه بابا. اگه با شما دوسته، نه بابا با من عمومه. همه دروغ میگن. این نظرسنجی دانشگاه مریلند، این دفعه هشتمه که این کارو میکنه. این چی ماجراش آقای مصداقی؟ ببینید یه دونه این یه شال یه میدونید که یه شالاتانی هست که تو خارج کشور که میاد همشون شالاتان. نه ببینید وقتی که ما از چیز پخش میکنین صدای اون مستقیم میره توی سیستم و صدای من و شما پخش نمیشه. در صورت پخش شد تا اونجایی که میگه معتمد عموش هست، من نمیدونم این چجوری فامیلیش بهوانیه ولی معتمد عموش هست. یه دوستی از کالیفرنیا میگه این آقا راست میگه، توی نخاله ها و شارلاتان ها از همه معروفتره. ناگفته نماند این تا چند هفته پیش که کانال یک 45 دقیقه بهش برنامه میداد فکر نمیکنم جرأت میکرد بگه از همه معروفتره، چون اربابش شهرام همایون بود. ولی حالا چون اونم بسته بود داره میره، اینم همینجا با آقای مصداقی هم میگه آقا من اصلا فکر کردم ببندم برم. دلیلش هم من به شما میگم، چون این آقا حالا اگه پولی میگرفته از مصداقی یا پولی میگرفته از دادرس، گویا اونها دیگه پولی بهش نمیدن و اینم میگه من چیه وایسادم اینجا وقتمو با شما تلف میکنم. حقیقتش اونی که نامه نوشته که اونجا نیست، این داره به ایرج مصداقی میگه، میگه آقا من دارم وقتمو با تو تلف میکنم و اینجوری باشه ول میکنم میرم. ایرج مصداقی هم میگه آقا کوتاه بیا. ضمن من یه سوالی از شما و از بینندگان میکنم دوستان، این آقای ایرج مصداقی مریض دوایی چیزی میخوره یا میکشه؟ برنامه‌هاشو نگاه کنید، گاهی وقتا چشماشو میبنده اصلا مثل که میره از یک این حال هوایی که هست. در اصل امیدوارم اگه مریض خدا شفاش بده، اگر دوایی چیزی میکشه به اصطلاح ترک کنه. بله این قسمت رو که شما گفتید ما پخش کردیم، من ساکت میشم شما صحبت کنید. بله من اینجا از آقای بهبهانی خواهش میکنم، اگر ایشون مخالف دروغ و دروغگویی هستن و جعل مدارک و سند، اجازه بدن که بنده در اون برنامه ایشون شرکت کنم در یک برنامه در آینده و در جواب آقای فرامرز دادرس و آقای مصداقی رو بدم با این صحبتهایی که کردن، چه در مورد سفارت چه در مورد تمام صحبتهایی که آقای دادرس کردن. آقای شادان تلفن شما روی ویبریشن فکر کنم زنگ میزنه، اونو اگه میشه خاموش کنید. بله عرضم به خدمت شما که البته من اولین برنامه‌ای که آقای ایرج مصداقی صحبت کردن، من در اون برنامه بعدش زنگ زدم فرداش به آقای بهبهانی که صحبتایی که ایشون کردن در مورد من زم یا مطالبی که گفتن، من اجازه میخوام که بیام بازی به این صحبت کنم. به من گفتن فرداش یا نمیدونم پس فردا شما زنگ دادن ساعت 10، من در مسافرت بودم یه موقع دیگه زنگ دادم، وقتی زنگ دادم بهشون گوشی رو برداشتن گفتم من هستم، گفت آقا من کار دارم گرفتارم و قطع کردم و دیگه تماس نگرفتم. حالا ازشون خواهش میکنم، البته یه قانونی هم هست که فکر میکنم FCC هست اسمش، که ایشون باید به همون اندازه‌ای که به این دوستان 5 جلسه وقت دادم، ولی 5 جلسه نمیخوام، من یک جلسه کافیه برام تا پاسخ این صحبت‌های این دو نفر رو بدم که برای بینندگانی که این فیلم‌ها رو دیدن مشخص بشه حقیقت چی هست. و من هیچ موقع از حقیقت فرار نمی‌کنم و خوشحال میشم همونطوری که الان 10 سال هست به سازمان مجاهدین میگم به خاطر این حرفایی که زدید، کتابایی که نوشتید و
جعل سندی که کردید، هر کجا که مایل بودین، حتی در تلویزیون خودتون، من میام و میشینم صحبت میکنم، ولی تا امروز پاسخ ندادن. امیدوارم آقای بهبهانی این کارو بکنن و به من اجازه بدن که برم و راجع به این 4-5 جلسه صحبت کنم. من هم امیدوارم قبل از اینکه اسباب اساسش جمع کنه و از اونجا بره یه جای دیگه، چون معمولا میره یه شهری بدهکاری و اینها که به بار میاره، از اونجا میره یه ایالت و یک استان دیگه. دیدم که تو یکی از همین برنامه ها آخرش میگه که ببندم و اینها، و خیلی جالبه، از اول برنامه تا آخر برنامه مثل حسن علی از اروپا، احمد علی از نمیدونم آفریقا دارن کمک میکنن، ولی از اون ور هر روز میگه که پول ندارن و دارن میبندن. اینم یه دروغ دیگه. و اون چیزی که شما گفتید، بله، قانون FCC Federal Commission یه چیزی مال آمریکا که اگر روزنامه ها، رسانه ها، همه الان من اسم آقای زاکری بردم، اسم آقای پیمان عارف بردم، اینها حق دارن که به همون اندازه که ما وقت گذاشتیم دربارشون صحبت کردیم، بیان و درباره اون موضوعی که ما گفتیم اینها صحبت کنن. و اینم یک کلکیه که به شما میگن مثلا زنگ بزن فردا، بعد فردا که زنگ میزنی یه دلیل و بهانه میارن که ما الان برقمون قطع شده، آبمون قطع شده و نمیتونیم برنامه داشته باشیم. اینها تریکاییه که اینجا ایشون همه میشناسنش و به درستی میگه همه میشناسنش، چون اینجا کانون دوستداران فرهنگ شب میومد عرق خورده، حشیش کشیده، آقای دکتر حسین گنجبخش رو میزد، آقای نمیدونم فلان رو دعوا میکرد و اینجا هم سابقه داره، یه شب انداختنش زندان و بعدش دیگه حالا آریزونا و کالیفرنیا، چون دور بوده حقیقتش بوی گند کثافتکاری‌هاشو ما نمیشنویم و از این بابت خیلی خوشحالیم. خب آقای شادانلو با شما هستیم و امیدواریم که ایشون قبل از اینکه مغازه‌شو ببنده یا آشپزخونه‌شو ببنده، به قول شما به شما اون قولی رو که داده وقت بده تا در همون تلویزیون صحبت کنید راجع به مصداقی و دادرس. بفرمایید. ممنونم و همینجا اعلام میکنم که اگر چنانچه ایشون تا هفته آینده وقت ندادن و تماسی نگرفتن، من میام در همین برنامه و کاملا این دو نفر رو و صحبتاشون رو پاسخ میدم. و اما مسئله دیگر بهش جای دیگه هم صحبت کردم، واسه متأسفانه نتونستن اونطوری که من میخواستم و عکس و تصویر نشون بدن، راجع به اتفاقی است که دو ماه پیش در ترکیه برای من افتاد و مسئله ترور بنده در ترکیه به وسیله عوامل وزارت اطلاعات. من بعد از این که خود باید برگردم، بعد از این که دو سال پیش با آقای خزعلی تماسی برقرار کردم و نظرم هم این بود و هست هنوز که هر کاری باید انجام بشه برای سرنگونی این رژیم و جایگزینی، باید از داخل ایران این کار انجام بشه و باید با اپوزیسیون داخل تماس گرفت، البته اپوزیسیونی که داخل ایران و خارج از نظام و حکومت هست و با اون باید کار کرد و اونها 40 سال در داخل هم بهتر میشناسن و بهتر مردم رو الان درک میکنن و خواسته هاشونو و میتونیم ما همکاری بکنیم و از این وقت پشتیبانی بکنیم تا این اتفاق بیفته. بعد از اینکه هم با آقای غزلی تماس گرفتم و قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی دو نامه برای ایشون فرستادم، نامه از سرگشاده که خود ایشون هم در سایت ها در ایران چاپ کردن که به ایشون گفتن شرکت نکنید در انتخابات و تحریم باید بکنیم، که متاسفانه ایشون صحبتایی کردن با من و دلایل رو آوردن که من از قبول نکردم و گفتم امکان نداره، گفتم من شورای نگهبان رد صلاحیت نمی‌کنه و میرم و میتونم خیلی کارا رو کنم، اگر نشد تحریم می‌کنم، که متاسفانه ردشون کردم و مصاحبهشون گفته بودم که اون نامه رو نوشته بودم و بعد رفتش متاسفانه ردشون کردم. بعدم باشون صحبت کردم و گفتم دیگه حالا که اینها نذاشتن شما شرکت کنید در انتخابات، لااقل تحریم کنید، گفتن نخیر از آقای روحانی حمایت میکنیم و میتونه اندفع خواستامون از آقای روحانی بخواد و خب دیدیم الان چه وضعیتی شده و یک نفرم نه از ایشون چیزی خواسته نه اصلا اصولا این اصلاح طلبها چیزی میخواد، اینها استمرار طلب هستن و خواهان بودن رژیم ولایت فقیه، فقط
میخوان خودشون بیان به قدرت برسن. حالا آقای خاتمی، روحانی، موسوی، کروبی، اینها منتظر اینن که به قدرت برسن، نه اینکه بخوان دردی از مردم و جامعه حل بکنن و یا تغییری انجام بشه. و در سیستم ولایت فقیه هم هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه، چون ولی فقیه اون بالا تصمیم گیرنده است و هر چیزی و شورای نگهبان هم حتی اگر نباشه و کسی انتخاب بشه، با بودن ولایت فقیه کار نمیشه انجام ده. پس اون رژیم رو اگر بخوایم ما بزنیم، فقیه هست و با برداشتن ولایت فقیه هست که امکانات به وجود میاد که بشه کارهایی در ایران کرد که انشاءالله الان با این جنبش هایی که در دیما مردم شروع کردن و ادامه دار هست، انشاءالله کل رژیم سقوط خواهد کرد و مردم به آزادی خواهند رسید و رفراندوم چیزی که مایل هستند و انتخاب حکومت آینده. بعد از مدتی که هم آقای فضلی صحبت میکردم، چنده نفرم از ایران با من تماس گرفتم و اونها هم پیشنهادی دادن که ما داریم کار میکنیم، فعالیت میکنیم. و تا این یک خانومی همون ویدیو رو اگه ممکنه شما لطف بکنید بذارید، که یک خانومی در فکر میکنم مصلای تهران و یا یک محل چاپ کتاب ها بود مثل که در اینجا رفتن. ویدیویی رو که با ایمیل فرستادید نه؟ بله ویدیویی که خانمی صحبت میکنن. بله اگه شما هم تو این فاصله لطف کنید، اون تلفنه همه جور صداش میاد اینجا که وقتی وایبریت میکنه، یا اگر خود این بله اجازه بدید من میارم اینجا روی، اگر از تلفنتون و کامپیوترتون هست اینا رو باید خاموش کنید، تا چون صداش صدای اون قوی تر از شما میاد تو دستگاه. اوکی اجازه بدید من این ویدیو رو که آقای شادانلو فرستادن دوستان با چند تا عکس موجود هست اینجا بهتون نشون بدم. یک لحظه عکس و ویدیو و اون ویدیو آخرین قسمت، اول عکس ها هست و اون ویدیو بله. این فیلم چند دقیقه از خانم شایسته وحیدزاده است. حدود 2 دقیقه و خورده ایه، همه شو میخواین نشون بدیم؟ بله گوشی داشته باشید. بله یک لحظه. آره من این فیلمو قبلا دیدم، حالا نظرم هم اون روز گفتم پخش این فیلم ها آقای شادانلو، من فکر کنم تازه آخونده استفاده میکنن، میگن ببینید چقدر ایران آزاده، یه خانمی مثلا تو فرودگاه یا یه خانمی اینجوری انتقاد میکنه ما هیچ کاری هم باش نده. اجازه بدید من این فیلم رو نشون بدم که دوستانم باشن. اشتباه کردم گفتم 2 دقیقه خورده، 59 ثانیه است. گوشی خدمت شما باشه دوستان عزیز، این فیلم رو با هم ببینیم و بشنویم از اول. ایرانه، کربلا تو ایرانه بابا، بیا سینه بزن واسه دختره که بیامیرو شدن، واسه بچه هایی که دارن از گوشه گیر میرن، واسه خانواده هایی که بی خانمانن. ما فقط کدوم آخونده ما الان تو ایران بی خونن، مثل من زیر چادر زندگی میکنه. چرا صدای من رو هیچی از نمیشنوه؟ چرا فقط با یه نامه من رو این برور میکنن؟ چرا وقتی میگم میخوام برم صحبت کنم میگم میکشنه؟ بگی من کار هر وقت چی میذارم که میخوام بکشنم؟ چون نیستن مردم، چون واقعا مردم خودشونه یعنی هیچ کردن نمیخوام بفهمن، یعنی نمیتونم من دردم چیه؟ من 3 ماه تو چادر زندگی میکنم، اونا چرا مثل من نیستن؟ زرما و گربا رو نمیفهمن، وقتی بچه من بارون زیر پاش میره چرا اونا نمیفهمن؟ چرا ما پول هزینه جایی میکنیم که اصلا نمیدونیم کجا میره؟ ما گدامون زیاده، بدبختمون زیاده. بیاییم ببینیم. بله دوستان، همینجور که دیدید این خانم شکایت میکنه که 3 ماه هست در چادر زندگی میکنن
و بارون زیر پای بچهشون میاد و اینها، و میگه گفتم که اگه برم صحبت کنم گفتن میکشنت، مگه من چی میگم؟ به اصطلاح پولی رو که خرج لبنان و خرج سوریه و اینها میکنید چرا برای مردم خرج نمیکنید؟ این معلوم هست که کجا بوده یا به اصطلاح تو چه سازمانی چی بوده که اینجوری. من اول فکر کردم فرودگاه هست، ولی این فیلم اونی که من فکر میکردم نبود. بفرمایید. جناب، یه نمایشگاه کتاب بوده در تهران، فکر میکنم در مصلای تهران، و اونجا این صحبت رو انجام میدم. آها. بله، حالا من راجع به ایشون صحبت میکنم و شما لطفا اون فیلم عکس‌های چادرها رو که دور حرم آقای خمینی، قبر آقای خمینی هست، اونها رو همینطور من صحبت میکنم نشون بدید. همونایی که تو این ایمیل بود. بله بله بله، تو ایمیل 4 تا یا 5 تا عکس بله. هست مربوط به چادر. چادرهایی که مربوط به آخر اول ایمیله یه چند تا عکس بود راجع به دو نفر. یه مقداری شما کار منو مشکل کردید، بد نیست البته، منو جوون نگه میدارید و مجبور میشه مغزم کار کنه. نوشتید این دو نفر از سرداران سپاه هستن، بعد میایین پایین، اجازه بدین، میرسه به یه جای تخت بیمارستان و اینها رو نشون میده، بعد میاد پایین، این همان خانم اول یعنی شایسته رحیمزاده بعد از ترور. آها، من از اینجا نشون بدم یا اجازه بدید؟ نه چادر ها، یه چند تا عکس چادر هست دور قبر خمینی. بله بذارید بیارم پایین تر پس. آها حالا دیدم، صبر کن. بله دوستان عزیز ببخشید، این گفتم ما یه کمی اشکال داشتیم تو زمان و اینها، ایشون با فارسی مینوشت جاش میپرید، بعد دیگه لطف کردن با عدد نوشت، با حروف نوشتن درست شد. ایشان برادر ملیه هستن که 2 روز بعد اون در یک پمپ بنزین آتش زدن. دوستان این تصاویر که ایشون میگه الان داریم میبینیم که چادرهایی هست در کنار خیابون یا پارکینگ، از اون سنگهای سیاه‌سفیدی که رنگ کردن، من میگم پارکینگ احیانا، و میبینید همینجا هم. بله و اونها پارکینگ دور قبر آقای خمینی هست. بله شما میتونید صحبت کنید، من دارم عکس‌ها رو نشون میدم. بله اون عکس‌ها دور قبر آقای خمینی هست، کسانی که فرار میکنن از شهرستان ها، خانم ها و دختر خانم ها که به سر قبر این آقا میرن که لعنت کنن این آقا رو با این جمهوری اسلامی که درست کرده، اونا رو تو این چادرها اسکان میدن و خود این خانم هم یه مدتی تو اون چادرها بوده و متاسفانه خانواده هایی که بضاعتی ندارن و به کمک میان در اونجا که کمکی بگیرن، تنها کمکشونه که براشون چادر بزنن تو اون سرمای زمستون و گرمای تابستون، تو اون چادرها اونجا زندگی کنن و مشخص است. این عکس ها رو بله، این همه پولی که خرج این حرم کردن نتونستن یه جایی بذارن، اینجا بهش میگن شلتر، نمیدونم به فرانسوی چی میگن، یک به اصطلاح سرپناهی برای افراد معمولی بذارن، یا مخصوصا زنهایی که ممکنه مورد ظلم و ستم خانواده یا شوهرهای معتادی چیزی باشن، یک جایی که اینجوری توی چادر، باز دارم نشون میدم این عکس آخری رو، که چادرها رو زیر یه چادر دیگه میذارن، 3 تا 4 تا زیر یه چادر دیگه است. بله بفرم. بله این خانم شایسته رحیمزاده، همون خانمی که اون صحبت رو میکنه، بعد از ایشونو آقای خسرو آبادی، یکی از دوستان ما در امریکا در تگزاس فکر کنم مثلا، ایشون تلفن منو به این خانم میده و میگه که شما چون اگر احتیاج به کمک داری با این آقا تماس بگیر، ایشون کمکتون میکنه. بعد از یه مدتی خانم با من تماس گرفتن و گفتن من همون خانم هستم و احتیاج به بچه‌م مریضه، من تو چادر زندگی میکنم. و این ادامه پیدا کرد تا بعد گفتن که بله منم فعال هستم و بر ضد رژیم دارم کار میکنم. و خب یه اطلاعاتی دادن، مثلا همین عکس‌ها رو فرستادن، گفت ببین چه بلایی سر زنها و خانم‌ها و دختران میارن اینجا، حتی شبها میان نیروهای نظامی انتظامی به اینها یا میخوابن حالا یا تجاوز میکنن و بسیار وضع اسفناکی هست در این منطقه و دور حرم آقا شیطان الله روح الله خمینی. و مدتی من با ایشون در تماس بودم که چیکار میشه، که بچه‌شون حتی معرفی کردم به یک پزشکی
و که برن معالجه بکنن و کاری که میتونستم از طریق تلفن اینها انجام دادم. این دوستی و ارتباط ادامه پیدا کرد و شخص دیگه ای آمدن و گفتن که من دوست ایشون هستم و ما هم داریم فعالیت میکنیم، یه گروه بزرگ هستیم و در ایران داریم بر علیه رژیم کار میکنیم و خواستن اعتماد منو جلب بکنم. بعد از مدت ها که ما با هم صحبت میکردیم، اونها حتی گفتن ما برنامه هایی داریم برای 22 بهمن و شما خواهید دید و باید با هم کار بکنیم، ما باید ارتباط داشته باشیم، کسایی رو به شما معرفی میکنم، شما اگر کسایی رو در ایران میشناسید به ما معرفی میکنید که با همین یه حلقه بزرگی بشه. خلاصه تا اونجایی که میتونستن یک صحبتایی کردن، یه مدارکی برای من فرستادن، یه مقدارش درسته، ولی من بعد متوجه شدم که چرا اینها رو دادن، چون قرار بود یه مدت دیگه منو اینها از بین ببرن و خب اون مدارک هم دیگه دست کسی نبود که مشخص بشه، از جمله همین عکس اون دو نفری که اولین عکسی که هست که عکس این دو سردار هست که همین دو نفر با من تماس می‌گرفتن، که البته من بعد متوجه شدم که اینها اصلا نظامی بودن. تلفن وقتی از ایران می‌زنین که مشخص نیست اون طرف تلفن کی هست و اینا می‌گفتن ما از مبارزین هستیم و داریم کار. یعنی شما می‌خوام بگید کلاً یک دسیسه‌ای بود که شما رو یه جوری به خودشون اول مطمئن کنن، بعد بکشن هر جایی که اونا میخوان، یه چیزی بله. مثل ماجرای فولادوند و شایان کاویانی و دیگرانه. بله 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 درست هم اینطور بود و به من هم گفتن که ما حتی میخواییم با شما ملاقات کنیم اگر بشه در اروپا، هر کجور که بگید ما کسی رو میفرستیم اونجا شما رو ببینن و صحبت بکنیم. و اینها ادامه پیدا کرد صحبت‌ها تا من بستگانم تماس گرفتن بعد از 37 سال، چون من ایران نرفتم و اجازه ندارم برم، آمده بودن ترکیه، گفتن بیا اونجا شما بیا ما شما رو ببینیم. من اونجا رفتم، بعد از روی فیسبوک وقتی شما هر منطقه حتی باشید مطلبی بفرستی، اگر اون نقشه‌شو نبندی می‌نویسه که در کدوم محل هستی و از کجا فرستادی این مطلبو. من یه مطلبی گذاشتم ولی اینا تماس گرفتن آقا شما ترکیه هستی، گفتم که بله، گفتن که چه خوب چرا نگفتی، گفتم من آدم بستگانم رو ببینم، گفتن که خیلی خوب شاید ما یه بیایم اونجا ببینیم بهتون یه جلسه اونجا بذاریم. گفتم من چند روزی بیشتر اینجا نیستم و میخوام برم، چون ترکیه هم جای بسیار خطرناکیه و از این مامورای اینها پرن تو ترکیه. بعد یکی از این شبها من با همین خانم تلفنی صحبت میکردم و یک فکر میکنم 5-6 دقیقه که صحبت کردم، یک دفعه یک صدای آمد و صدای جیغ ایشون و تلفن افتاد از دست ایشون و فقط یه سر و صدای و داد و بیداد و کتک زدن و این چیزا من شنیدم و دیگه هرچی صبر کردم تلفنم قطع شد و دیگه چیزی متوجه نشد. من با کسی تماس نمیگرفتم، اونها با من تماس میگرفتن که من بفهمم متوجه بشم که چه اتفاق افتاده. صبر کردم تا فرداش طرفای ظهر یه پیامی به من دادن که این خانوم دستگیر شده دیشب توسط وزارت اطلاعات و بردنشون در یک بازداشتگاه و تا عصر به شما خبر میدن. اصلی ایشون آمد اطلاع داد و یه چند تا عکس برای من فرستاد که منو بردن زدن و ببین دستم سیاه شده، پام سیاه شده، پتک زدن و فهمیدن که با شما در ارتباط هست. یه خود تعجب کردم و گفتم خب حالا چطور آمدی بیرون اگر به این شرایط بود و اینها؟ گفت من پدرم نشون، گفتن آقای سرفدی آمدن منو از اونجا آزاد کردن. آقای سرفدی همون دو نفر اول بود آبی تنش هست، دو نفر که پیش هم نشستن، یکشون شهاب هست اسمش، یکشون سفری، مجید سفری. اون عکس رو اگر نشون بدید که دوستان ببینن. بعد این دو نفر من بعد متوجه شدم که آقای مجید سفری امیر سردار ایرج رحیمزاده است و آقای شهاب اون که پیراهن بنفش پوشیده امیر سردار قاسم حیدرزاده هستن. این دو نفر یکیشون با من تماس گرفت، گفت آقا وضع این خانم شایسته خوب نیست
شاه جانش در خطر است و باید سریعاً از ایران خارج بشه. گفتم خب خارج بشه من چیکار باید بکنم، چیکار میتونم بکنم؟ گفتن که شما اونجا باشین تا ایشون بیاد ترکیه. گفتم من آقا دو روز فردا یا پس فرداش برم میرم. گفتن نه تو خدا، اگر ایشون اینجا گیر بیفته و ایشون رو دوباره بیان بگیرن گروه ما لو میره و ما وزه میرم و خانمان دوتا بچه داره و من ببینم بلیط هم میتونم تمدید کنم. من بلیط رو عوض کردم و ایشون فرداش برم شبش من زنی زن فردا ساعت ده صبح ایشون میاد در آنکارا. من ده صبح نرفتم، یک نفر رو قبل از خودم فرستادم، دو نفر رو عکس ایشون هم دادم گفتم برید اونجا ببینید ایشون میاد بیرون با کی میاد. خودم یک ساعت دیرتر رفتم، خلاص احتیاط کردم و از نظر امنیتی همه جوانب رو در نظر گرفتم و رفتم اونجا و ایشون رو دیدم و آوردم. البته با چهار نفر بودیم که رفتیم، دو خانوم و دو آقا. ایشون رو سوار کردیم و آوردیم. قبلش من با یک از دوستانم که در ترکیه آنکارا میشناسه اونجا رو گفتم یه خونه پیدا کنن از این خونه های پانسیونی که ایرانی ها اجاره میدن و تو چندین اتاق هست و اجاره میدن به شبانه یا ماهیانه اجاره میدن به ایرانی های که از ایران میدن. یه دو از اون خونه ها رو پیدا کردیم و ایشون رو آوردیمشون در اونجا و هفت نفر یا هشت نفر هم اونجا بودن به اضافه خود یک خانم آقایی که صاحب اون خونه بودن. بعد از اینکه یه مقدار نشستیم صحبت کردیم ایشون گفتن که اینجا چقدر شلوغه و این آدما. گفتم خب این اتاق یه اتاق خالی برای شما و ما اینجا جای خلوتر یا بریم هتل. گفتم نه من نه امکانات هتل دارم و نه جای دیگه. گفت شما هر کجا هستین من بیام اونجا. گفتم نه من جایی هستم که با دوستانم هستم و نمیشون اینطور بکنم. یه مقداری ایشون ناراحت شدن، من بلند شدم برم. گفتم مگه شما نمیمونی؟ گفتم نه من برای چی بمونم. گفت من براتون مدرک آوردم و یه صحبتهایی میخوایم بکنیم. گفتم اون صحبت اینجا بکنیم، نشستیم تو سالن روی کاناپه و صحبت بکنیم. بعد یه مقدار صحبت کردیم و چیزی به اطورت نگفتن اون روز و من بلند شدم من باید برم. رفتم گفتم اگر شما چیزی میخوایی بگید از طریق واتساپ یا همین تلگرام اینا میتونی بنویسی بفرستی یا صداتو خودت صحبت بکنی راجع به مسائلی که میخوای و بفرستی. بعد من گفت یه جلسه داریم دو روز دیگه در آنکارا. گفتم بعد فرداش من رفتم ایشون خود باز ناراحت شما من اینجا نمیتونم بمونم و جا رو باید عوض کنم. گفتم دیگه اون به خودشون ارتباط داره، میخواین عوض کنیم هر کاری میخواین بکنید به خودشون ارتباط داره. بعد یه مقداری با صحبت کردیم و دوباره عصری که من میخواستم بیام بازشون ناراحتی که من شما نباید بری باید صرف کنی. از ایران هم همین آقای سفری زنگ زدن که آقا شما چرا نمیمونی اونجا و ایشون خیلی صحبت ها میخواد با شما بکنه، خیلی اتفاق ها قرار بیفته، شما رو میخواد در جریان بذاریم. گفتم ایش دلیل نداره که من شب بشه بمونم، شما میتونید بگید یا ایشون میتونه بگه. البته من فوری همون موقعی که البته ایشون رو فرستادم احتیاط کردم، شک کردم که خیلی عجیب بود برای من و رفتم دوباره. ایشون خیلی ناراحتی کردن و فرداش رفتم گفتم پاشون بریم بیرون که من یه روز دیگه بیشتر اینجا نیستم، بریم بیرون. تو هم رفتم چند ساعت بیرون توی پارک نشستیم صحبت کردیم. یه آقایی هم اونجا آمدن، آقای ریش داشتن، ایشون رو نگاه کرد و گفت یه صد تا شاید این مشکوک که این آدمو بلند شد رفت یه ده دقیقه دیگه آمد و گفت من چیزی نبوده. رفتیم ما در یک محلی بهترچینگ اونجا در میدون تیزیدر آنکارا قضا خوردیم و رفتن یک کروشگاه لباس رو برگشن کنیم. باز دوباره گفتن که دیگه امشب باید بمونیم. گفتم تا نوعتا از این صحبت نکنیم و من به شوش عنوان اینجا نمیمونم و باید برم. از ایران آقای سفری با ما سریع تماس گرفتن که آقا شما امروز رفتید بیرون، یه عکسی از شما گرفتن، شناسایی شدن این خانم و شما و خیلی خطرناک و جاتون رو عوض باید بکنید و اونجا خیلی برای شما خطرناک. گفتم چی عکس گرفتن؟ گفتن شما رفتید در یه فروشگاه اونجا عکس گرفتن. عکس گرفتن عکس اینجا. آقای
شادان رو ببخشید، برای که این نقاط ما بتونیم به هم وصل کنیم، میشه مثلا فکر کرد این خانم رو که زود آزاد کردن، مخصوصا همون دو نفری که به اصطلاح به شما تماس گرفتن، کسانی بودن که مثلا به ایشون گفتن ما شما رو آزاد میکنیم به شرطی که بری و این رو مثلا لو بدی، یا حتی دوره حقای برنامه‌ای شده بود که یک خانمی رو میخواستن از انگلستان بفرستن اینجا که اون موقع دعوای حقا بود و فولادوند، و اون خانم گویا به فولادوند پیشنهاد کرده بود که من میرم آمریکا و حقا رو ناقص العزم میکنم و چنین و چنان. میشه بگیم که یعنی اینا مثلا ترتیب آزادی این خانم رو دادن به این شرط که شما رو اینجوری به اصطلاح نگه دارن، یا حالا تو دسیسه ای که شب اینجا بمون یا اینجا بریم، یا جدا هستن از هم. اصلا همینطوری بود. بعد که ایشون رفتن ایران به برنامه تعریف کردن، بچه های ایشون رو گروگان گرفتن، دو تا بچه کوچیک داشتن، خودشون رو زده بودن و به پدرش گفته بودن که ایشون رو میفرستی الان میره اونجا و ما چهار نفر یه تیمی میفرستیم و ایشون رو اونجا میزنن و برمیگردن میرن. اصلا این برنامه اینطور بوده. اون عکس اون چهار نفری که پشت سر هم هست نوشتم، اون چهار نفر هم نشون بدید لطفا. اونها کسانی بودن که قرار بوده بیان این کار ترور رو انجام بدن. بله. بعد از بعد... این یه عکسیه که یه نفر کنار 33 پله یا جلو 33 پل. بعد یه نفر بله. بعد اون چهار نفر اینها رو یکی دیگه از دوستان از ایران فرستادن، گفتن آقا مراقب باشید، این چهار نفر پرونده شما دست ایشون اینها هست و اینا مأمور ترور شما هستن در ترکیه، و هر کجا که به این قیافا برخورد کردید مراقب باشید. حالا قرار چی بوده که این خانم یک محلی رو مشخص کنن، یک سالونی رو در آنکارا، این چهار نفر بیان و یک نفر از ایران بیاد اونجا و مسلح و اونجا بنده رو بزنن و سر و صدا هم هر جوری که میتونن دیگه ناخودشون درست بودن صحنه رو و برن. من این عکس رو که فرستادن این چهار نفر رو، خب به این خانم حتما هیچ نگفتم، هیچ صحبتی نکردم، ایشونم چیزی نگفت. فرداش گفتش که خب برای اون جلسه یه قراری بذاریم، گفتم من باید برم متاسفانه نمیتونم. و خود ایشون هم البته تلفن بهشون میشد یا اس ام اس میزدن یا با همین واتساپ اینا، من دیدم تقریبا دو دل هستن و میگن که نمیشه، نمیتونم. این کلمه رو من چندین بار شنیدم، البته به حرفاش من گوش نمیگم ولی در چند جا من اینو شنیدم. اونم دلیلش فکر میکنم، حالا چه دیگه خودشون وقت رفت ایران به من گفت، گفت وقتی که اینها به من گفتن شما یک تروریست هستی، یک ضد انقلابی و کسی هستی که کارهای خلاف کردی تو ایران و فرار کردی و ضد انقلاب هستی، ولی وقتی من اومدم اونجا و دیدم شما رو و پرسیدم و صحبت کردیم چند روز و دیدم چطور آدمی هستی و در پاریس زندگی میکنی و این مدت هم تمام 40 ساله داری مبارزه میکنی، من تصمیمم عوض شد. بعد فرداش من به ایشون گفتم که من باید برم و خداحافظی کردم از ایشون. گفتم شما چیکار میگو؟ من اینجا میمونم، بچه هم میان اینجا و من ایران نمیتونم برگردم دیگه، منو گرفتن تا اونجا به من نگفتن اصلا جریان چیه و من اینجا هستم. گفتم بسیار خب، شما برمیگردی؟ گفتم آره من باز دو ماه دیگه میام. گفت خیلی خب، پس من اینجا هستم، یه جام یه خونم میگیرم و شما بیاین اینجا. گفتم بسیار. من از اونجا سریع تماس گرفتم، همون عکساری که برام فرستادن، با پلیس ترکیه، با سفارت، با اینجا با پلیس در فرانسه تماس گرفتم چون اینجا میشناسن منو. به اینا اطلاع دادم یه همچین اتفاقی افتاده، گفتم به سفارت مراجعه کنید و اونها بگین به پلیس آنکارا مراجعه کنن و امنیت شما حفظ بشه. اونجا من صحبت کردم و از طریق دوست دیگری فردا صبحش یه پلیس فرستادن دم منزل و من با پلیس آمدم فرودگاه و خوشبختانه خارج شدم از اینجا. وقتی به فرانسه آمدم، خب اینجا رفتم اطلاع دادم، با پلیس صحبت کردم، همه اسامی، عکس ها، اتفاقاتی که افتاده بود اینجا گفتم و رو پرونده هست. و این خانم باز تماس گرفتن، من دیگه هیچی نگفتم اصلا، نه از اون چهار نفر، نه از این که من چه کمشین حدسی میزنم یا این اتفاق قرار بود بیفته، منتظرم ببینم اینها چی میگن. از ایران به من اونا اطلاع دادن که آقا ما سریع کار این خانم رو درست میکنیم، بیاد اروپا، بیاد فرانسه پیش شما و شما
همه جایشون همراه شما باشه، ایشون خیلی زرنگه، خیلی اطلاعات داره، خیلی کارا میتونه بکنه. و گفتم بسیار خوب، حالا من بهتون میگم من فعلا الان آمادگیشو ندارم که این و اصرار بر این که بیان فرانسه و ما خودمون میاریمشون ایشون رو تا پاریس. من زیر بار رفتم قبول نکردم. حالا خیلی مسائل دیگه هم هست متأسفانه نمیتونم همه اینا رو بگم، چون یه عده‌ای هم مثلا تو ایران جونشون در خطره اگر مشخص بشن اینها. و یه چند روز بعدش ایشون گفت من باید دارم میرم ایران. گفتم ای تو که این اتفاق برای افتاده بود و مشکل داری، اگه برگردی چی میشه؟ تو بچه‌ها قرار بود آها با کسانی هم در آنکارا من تماس گرفتم، هم برای اون جلسه تو ایران گفتن جلسه هست، با چند تا دوستانی تماس گرفتم که آقا یکم جلسه‌ای هست، باید چند نفر بیان مراقب باشن، هم از بیرون هم عکس‌ها رو به اونام دادم، گفتم من فکر می‌کنم یه مسئله ترور باشه. تو اون دوستانم موافقت کردن که این کارو انجام میدم، که خب اون جلسه برگزار نشد. بعد به اونا گفتم ایشون دو تا بچه داره ایران، بچه رو از اونجا باید خارج کنید چون ایشون اینطوری که میگه جونشون در خطر. و ولی بعد که گفتم بله بچه ها رو نمیذارن بیان، من باید برم خودم بچه ها رو بیارم. گفتم بسیار خوب. ایشون رفتن ایران، حالا بعد گفتم رفتم استانبول رو اونجا یک دو روز موندم و بعد رفتم ترکیه رو رفتم مذر میخوام تبریز رو، بعد از تبریز رفتم شهرستان رو از اونجا تماس گرفتم. من اینکه برگشتن به اون آقایی که باز بلیز بنفش تنشون هست که آقای شهاب امیر سردار قاسم حیدرزاده، فکر کنم نشون دادید اون عکسو. بله بله اون لباس بنفش تنش هست. به ایشون گفتم که آقا این خانم برگشت ایران، شما مراقب باشین ببینین که چی از جریان. من مشکوک هستم، ایشون هیچی نگفتن ولی رفتاراشون و کاراشون اینجا بسیار بسیار مشکوک بود. ایشون گفتن باشه ما دنبال میکنیم بهتون اطلاع میدیم. بعد از تقریبا یک هفته به من خبر دادن که این خانمو بردن بیمارستان. روی تختایی که فرستادم الان اونو نشون بدید که روی برانکار و تخت بیمارستان ایشونو منتقلشون کردن به بیمارستان. یک عکسی هم هست از بیمارستان، یک سری 20 نفر توی حیات وایستادن، اونجا بیمارستانیه که ایشونو بردن اونجا بستری کردن. بله اجازه بدین من از اینجا که عکس بیمارستان شروع میشه دو تا بیمارستان هست، اون پایینی ها نه، اون بیمارستانی که درست بعد از همین عکسایی که روی تخت هست، یک بیمارستان تو محوطه هست، این سری وایستادن. بله بیمارستان که بله الان داریم اونو نشون میدیم، بعد زیرش هم یه چیزی مثل نقاشی هست. بله بله اون نقاشی مال بعده. بعد اون تو این بیمارستان ایشون رو بردن اونجا و اونم وضعیت ایشون بوده، بستنیش کردن تو بیمارستان و ایشون به من گفتش که ایشون رو مثل ترور کردن. گفتم چرا؟ گفت مثل اینکه ایشون برای یک مأموریت آمده بوده خارج و چون مأموریت رو انجام نداده این بلا رو پیش آوردن. گفتم خب خیلی جالبه، شما لطفا اطلاعات دقیق برای من بدید. ایشون رو برده بودنشون دادگاه، حالا من نمیدونم قبل از اینکه این عمل ترور انجام بشه یا بعدش، و قاضی هم اسمش آقای عامری بوده. آقای عامری به ایشون میگه که چرا این کار رو نکردی، چرا این تروریست رو ضد انقلاب رو نکشتی. اونم گفته این که شما اینطوری میگی نه، این حرفای من نمیدونم درست هست واقعا یا نه، بچه دیگه از ایران به من گزارش دادن که ایشون از تروریست است اونطوری که من دیدم و یک آدم مبارزیه و مخالف، نه کار ترور کرده نه کار ایران هم که بوده کار تروریستی و آدم کشی اینها نکرده، ولی مخالف است و انسان خوبی است. و حالا دادگاه هم ایشون رو دوباره خواستنش. اون دفعه اول میاد دادگاه خونه اینو برای من، بعد به این آقای سعاد امیر سردار گفتم ببین چطوری بوده. گفت اون یکی آقایی که لباس آبی تنش هست امیر سردار ایرج رحیمزاده، همون آقای سفری، ایشون میره دم خونه امیر خانوم شایسته با یک آقا و خانوم دیگه. اون خانومی که جلو بوده و یه دسته گل دستش بوده با اون آقا در میزنن و این خانم شایسته در رو باز میکنه.
اون خانم میره تو دستگل رو نشون میده، آقا هم سریع میره تو میپره روی همه خانم شایسته میپره میگیره توست و جلوی دهنشون میگیره. اون خانم از تو کیفش یه قطره ای در میاره و میریزه رو اون گل، گل رو میگیرن جلوی بینی خانم شایسته. این تقریبا بیحال میشه، میبرنش تو اتاق تو همه خونه شون و میدونه زمین یک سری قرص و قرصایی که مثلا بگن خودکشی کرده میدیزن اونجا و میان بیرون، جعبه قرص خالی و شیشه قرص و یه صحنه اینطوری درست میکنن میان بیرون. بعد خانواده میبینن خبری از سمیس میدن در میشن میدن افتاده و میانش بیرون توی کما بوده و هیچ امیدی هم نبوده، گفتن احتمالش خیلی خیلی ضعیفه که ایشون زنده بمونه و معلوم نیست چی. خب قرصا رو که میارن آزمایش میکنن میگن نه کار این قرصا نیست. بعد گل رو اونجا پیدا میکنن، گل رو میارن میدن آزمایش، میگن یک سم بسیار خطرناکی تو این گل بوده که این مربوط به اون سمه و اون سم هم نیروهای امنیتی دارن، سرویس‌های اطلاعاتی کشورها دارن و در افریقا هم تجربه میشه و احتیاج به یک پادزهر داره که بسیار هم گرون هست و یا از همون آفریقا باید آورد یا از امریکا، که بعد خانواده تقلا میکنن که این چیزی رو پیدا بکنن پادزهر رو. یک بار هم توی دو بار توی بیمارستان میرن توی ظرفی که به ایشون سرم وصل بوده یک موادی تزریق میکنن که یکی از بستگان وقتی میگه میبینه میبینه کبر رنگش، میگن قرص برنج بوده که اینو بکشنش، یه بارم دستگاهی که رو صورتش بوده از رو صورتش بر میدارن و بیمارستان بودن. آقای شهاب با من تماس گرفتن درست اوائل شلوغی های همین دیماه و یکی از دوستان همون آقای سفری به من اطلاع دادن که آقای شهاب رو ترورش کردن. این امیر سردار ایرج، امیر سردار قاسم حیدرزاده، ایشون رو ترور میکنم. حالا آیا در ارتباط با همین قضیه بوده، آیا فهمیدم که با من در تماس هست، آیا اتفاق دیگری بوده نمیدونم، ایشون رو ترور میکنم و من دیگه اطلاعی از اون خانم پیدا نکردم که چه اتفاقی براشون افتاده، چون متاسفانه کسی رو نداشتم که تحقیق بکنم. این و اما آقای سفری، همین شخص لباس آبی پوشیده، عکس دیگه هم هست که تکی روی صندلی نشسته مثل اون صندلی که آقای جنتی روش نشسته بود با لباس سفید. ایشون همونطور که گفتم قبلا یه سری اطلاعات رو من داده بودن که من توجهم جلب بشه و به اینها اعتماد بکنم، یک سری مسائل رو به من گفتم که خیلی جالبه بازگو کردنش. اولا گفتن من پدر این خانم هستم، پدر همین شایسته، ولی خود این خانم شایسته نمیدونست. به من گفت یه جوری شما به این بگو. گفتم آخه چرا اینطوری شده؟ گفت برات تعریف میکنم. ایشون رو زمانی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بوده، ایشون از سردار از پاسدارهای سپاه قدس بوده، میفرستتش در خرم‌آباد برای ترور 10 نفر. این 10 نفر مبارزینی بودن که در خرم‌آباد فعالیت میکردن. اینها در اونجا یک خانومی بوده به اسم، حالا اسمش هم پیدا میکنم، خانم رشیدپور. خانم رشیدپور استاد دانشگاه بوده در خرم‌آباد، خرم‌آباد. ایشون و 10-9 نفر دیگه کار سیاسی میکردن، فعالیت فعال سیاسی بودن و لو رفته بودن. ایشون رو میفرستن برای ترور در اونجا. ایشون میره اولین کاری که میکنه همین خانم فائزه رشیدپور رو ترور میکنه. بعد آقای محمد وند رئیس آموزش و پرورش خرم‌آباد و کل دختر رو اونم ترور میکنه. نفر سوم خانومی بوده، همین عکسی که به صورت نقاشی هست، این خانوم اسمشون ملیحه بوده
و بسیار زیبا بوده این خانم. این آقای تروریست سپاه قدس دوست آقای رفسنجانی عاشق این خانم میشه که باید میکشتتش و با این خانم ازدواج میکنه. این خانم رو نمیکشه ولی بقیه افراد در اونجا میکشه، البته بدونیم که این خانم متوجه بشن. بعد از خانم ملیحه رو نمیکشه، البته اطلاعی هم نمیده که من اینو نکشتمش، و با ایشون رو میره خواستگاریش و خواستگاری میکنه. به اونها میگه که من راننده تریلی هستم و بیشترم در اروپا هستم و از ایران خارج هستم، و چون که میرفته حالا مأموریت تهران دنبال همین کارهای آدم کشیشون رو میرفته، نمیخواسته به این دیگه، گفته من راننده تریلی هستم و میرم دیگه. حالا این عکس ازدواج هم مال اونه هست؟ نه خیر، ازدواج یک کمی دیرتر الان توضیح میدم. این برادر اون خانومه، برادر اون خانومه هم الان توضیح میدم. بعد این خانوم ملیحه رو با ایشون ازدواج میکنه، از ایشون یک بچه به دنیا نمیاد، باردار میشه. این باردار همین خانوم شایسته بودن، همین خانومی که آمدن برای ترکیه رو این کارها رو دردن. بعد از یه مدتی خانم ملیحه در اثر فعالیت هایی که میکرده دستگیر میشه و میبره زندان. در زندان آقای صفدی همین رحیم‌زاده میفهمه و میره اونجا، ولی جرأت نمیکنه بگه که ایشون خانم من هست، من با ایشون ازدواج کردم، چون هم بی‌حجاب بوده، هم خوب از کسانی بوده که فعالیت میکرده، نظامی ها حق نداشتن، مثلا پاس رده با همچین کسانی ازدواج کنن. و این خانم در زندان شکنجه می شده و چون باردار بوده نگرش دارن، بچه که به دنیا میاد اون خانم زیر شکنجه کشته میشه، و این خانم که شایسته باشه ایشونو پدر تحویل میگیره و میاره به یه خانواده می سپره در خرم‌آباد، و نمیگم که بچه منه، میگه این بچه رو میده به یه خانواده و دورادور خودش مراقب بوده. بعد ایشون یه کار دیگه هم باز در خرم‌آباد ایشون انجام میده، همین آقای صفدی یا همین امیر سردار ایرج رحیم‌زاده، و اون باز کشتن چند نفر دیگه بوده که اون چند نفر هم باز فعال سیاسی بودن. اینها رو به اسم جهانگیر شاه کرم، انوشیروان، سرتیپ، حاج صافی، اینها رو در اونجا ترور میکنن. ایشون کسانی که در اونجا هستن این اسما رو بشنون حتما متوجه میشن که اینا در اون سال 65 66 تا 67 بوده، همون موقعی که قتل‌های زنجیری و قتل‌های بزرگ در ایران انجام میشده، و اینها در شهرستان ها و شهرهای دیگه مشغول کشتن مبارزین بودن. بعد اون عکس ازدواج اون آقا و خانم که پیش هم وایستادن، پسر وایستاده، این برادر همون خانم ملیحه هست که ایشون هم فعال بوده. درست در سالگرد کشته شدن خانم ملیحه و دو روز بعد از ازدواجشون، این آقا رو در یک پمپ بنزینی آتیش میزنن. اسمشون هم محمد جواد شاه کرمی بوده، حتما دوستانی که در خرم‌آباد هستن میشناسن. ایشون رو در یک پمپ بنزین میزنن روشون و این مرد رو و آتیشش میزنن و میگن که خودش متوجه نبوده، بنزین ریخته و فندک دستش بوده، کبریت دستش بوده، آتیش گرفته. ایشون رو میکشن و این آقای همکار آقای رفسنجانی، همین سردار سپاه، همین سردار ایرج رحیم‌زاده، به خاطر جنایت‌های بیشمارش آقای رفسنجانی یک صحنه ترتیب میدن با دوستانشون و میگن این آقا کشته شده و مجلس ختمی هم براش میگیرن و این آقا ناپدید میشه. بعد از یک مدت طولانی، 4 سال مثل اینکه فکر میکنن اینطوری که گفتم، ایشون میاد به اسم آقای مجید صفدی.
و دیگه امیر سردار ایرج رحیم‌زاده نبوده، آقای مجید صفوی، و میاد در تهران و ارتباطش با آقای رفسنجانی و بقیه دوستان برقرار میکنه. و اتفاقا هم به من گفت در پشت شدن رفسنجانی ازش پرسیدم، گفتش که من خودم دو روز قبل خونهشون بودم و ایشون بسیار سالم و هیچ ایرادی نداشتن، ولی یک از همین موادی که هم توی خود خانواده رفسنجانی هم اعلام کردن رادیواکتیو بود بسیار که به این زده بودن و بعد اینو میبرنش در اون استخ و میبرنش در استخ و میگن رفته تو استخ، اونجا حالش بد شده، نتونستن نجاتش بدن، و این میگه دروغه، قبلا اینو رادیواکتیو رو بهش زده بودن یا حالا به لباسش شماده، دقیقا نگفت به من، فقط نمیخواست خیلی هم اطلاع بده. عذر میخوام ازتون، ما با آخر وقت رسیدیم و ماجرای رادیواکتیو این یه روشی است که مثل که روسا خیلی استفاده میکنن. ضمناً گویا خانواده رفسنجانی گفتن که دو سه روز قبل از این ماجرا ایشون اون معاینه سالیانه پزشکی رفته و دکترش بهش گفته بوده که قلب شما مثل یک جوان 20 ساله است. اینا هم اگه بخوام میتونیم یه وقت دیگه در موردش صحبت کنیم. در صورت دو دقیقه دیگه وقت داریم، شما اگر صحبتی هست که باید امروز بگید بگید، اگه نه که در برنامه‌های آینده باز با دوستان خواهیم بود. ضمناً روی فیسبوک هم خیلی‌ها با شما موافقن، خیلی ها مخالفن، اگه بعد لطف کنید با این دوستان پاسخ بدید ممنون میشم. خواهش میکنم. پس من اینو به همینجا تموم میکنم و بله، همون رادیواکتیو اون چیزی است که اینطوری که به گفتنشون آقای خامنه ای از روس‌ها گرفته بوده، چون دستور کشتنش آقای خامنه ای داده بوده و اونو از اونها گرفته و بهشون زده و بعد از بیمارستان از همون استخ بردنش بیمارستان تجویش و اونجا هم گفتن هیچ کسی حق نداره بالا سر این بیاد تا بمیره. اونجا هیچ پزشکی نیامد و همونطور که نه محافظین ایشون، نه پزشکای ایشون، نه پزشکای اون بیمارستان، هیچ کسی تا امروز سخن نگفته و از این طریق ایشون آقای خامنه ای کشته میشه. اینا رو مقدار دیگر از این مونده که انشاءالله در برنامه بعد بسیار ممنونم. اوقات خوبی برای شما آرزو میکنم. دوستان عزیز، این فیلم تا یکی دو ساعت دیگه به صورت بایگانی هم روی یوتیوب با تایپ کردن جهانگیر شادانلو، چه به فارسی چه به انگلیسی، یا جهان شادانلو میتونید ببینید. اگرم مشکلی داشتید برای پیدا کردنش، یا با آقای شادانلو مستقیما تماس بگیرید از طریق فیسبوکش، یا با من. اجازه بدید فیسبوک آقای شادانلو رو من به شما اینجا نشون بدم. دفعه قبل گذاشتمش و بعد جهان شادانلو، این هم فیسبوک ایشون پلیر 3. بله، ببینید به اسم جهان شادانلو عکس خودشون هست و با انگلیسی هم باید تایپ کنید روی فیسبوک. حالا من به ایشون پیشنهاد میکنم که با فارسی هم اضافه کنن که اینجوری راحت تر باشه برای افرادی که احتمالاً کیبورد فارسی استفاده میکنه. آقای شادانلو، پس باز با هم در تماس خواهیم بود و به امید اینکه روزهای بهتر و کم خطرتری در انتظار شما باشه. ممنونم، مرسی از شما و از بینندگان عزیز. شب بخیر میگم به همه و تا دیدار آینده.